بسم الله الرحمن الرحیم. مواصلان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که همه سعادتمند باشین. این لکچر ما در مورد ویبریو ها یا ویبریو جنس ویبریو باکتری های کام شکل، البته اینا باکتری گرام منفی معایی هن، باز هم با اتفاق که اینا باکتری های گرام منفی معایی شکل منحنی دارن، باکتری های اورژنس هایی که مربوط به گروپ یا فامیلی انترو باکتریسی ها می شد خدمت شما معرفی کردیم. این باکتری ها باکتری های گرام منفی معایی هن، با این تفاوت که اینا شکل باسیل ندارن بلکه شکل منحنی هن. باسیل منحنی یا باکتری های چوبک مانند به اصطلاح فنری یا منحنی می باشن. یکی از او جنس ها جنس ویبریوه و یکی جنس کامپلو باکتر و یکی جنس هلیکو باکتر که هر سه از این جنس ها مطالعه میشه و امراض مولدی از اونا خدمت شما گفته میشه. البته در هفته ششم درسی باز هم قرار داریم، عنوان درس ما و شما ویبریو و اهداف درس شناخت باکتری های گرام منفی منحنی شکل معایی و امراض مولدی از اونا که جنس های ویبریو، کامپیلوباکتر و هلیکوباکتر خدمت معرفی میشن. ببینید در این سلاید ذکر شد. ویبریو، کامپیلوباکتر و هلیکوباکتر اینا جنس های از باکتری های گرام منفی کارفد شیپ یا شکل منحنی هن که بسیار زیاد در طبیعت اینا گسترش یافتن و دیده میشن. ویبریو ها در آب های سطحی زیرزمینی و آب های دریا به ملاحظه میرسن و اینا همچنین در آبزیان یا موجودات آبزی هم یافت میشن که میتونن که در حیوان و انسان باعث ایجاد بیماری بشن، بیماری های مختلف ایجاد میکنن که باز توضیح میدیم. یکی از بیماری ها به نام کولرا یا وبا یاد میشه که یک مریضی بسیار خطرناک و بسیار قدیمی میباشه که اپیدمی ها و پاندمی های زیاد از او در تاریخ ثبت شده در دنیا و باعث مرگ میلیون ها انسان در روی کره زمین شده. کامپلو باکتر همچنین در بسیاری از انواع حیوانات یافت میشه، کامپیلوباکتر ها که اینا هم باعث انترایتیس، و عفونت هم و اسهال میشه در نزد انسان. و همچنین هلیکوباکتر، جنس هلیکوباکتر، هلیکوباکتر پیلوری یا پایلوری باعث گاسترایتیس یا التهاب معده میشه و همچنین قرحه معده و قرحه اثناعشر ایجاد میکنه، هلیکوباکتر پیلوری که باز بعدا توضیح داده میشه. خب ببینین محصولان عزیز، ویبریو ها اپیدمیولوژی کولرا به سرایت، کولرا در آب و انکشاف سیستم بیداشتی آب وابسته است. ببینین واقعیت مرض کولرا یا وبا که عبارت از یک اسهال شدید آب کی در نزد انسان می باشه و واقعیت از او بیشتر به شکل اپیدمی دیده میشه، البته در بعضی از مناطق خصوصا در آسیا، در کشورهای جنوب شرق آسیا میتونه که اپیدمی باشه به شکل اپیدمی. و سرایت کولرا بیشتر وابسته به چی می باشه؟ وابسته به آب و انکشاف سیستم های بیداشتی، یعنی با ایجاد سیستم های بیداشتی، کانالیزیسیون و آب رسانی تا حدودی این مشکل برطرف شده از بیشتر مناطق دنیا، ولی باز هم در بعضی از کشورها که مهاد به دریا می باشن و آبهای از اونها آلوده می باشه، آبهای سطحی زیرزمینی و آب دریا، هنوز هم واقعات از یا به شکل اندمیک یا به شکل اپیدمی دیده میشه. خب
این باکتری ها از نگاه مورفولوژی و توزیع باکتری های منحنی شکل گرامنفی هستند. باکتری های گرامنفی مایی شکل منحنی یا کارفت شپت یاد میشن و یک فلاجیل قطبی دارن. خود ویبری ها یک فلاجیل قطبی دارن و شکل کامر دارن. باکتری های کامر شپ یا کامر شکل میگن. ویبریو کولرا و ویبریو التور از جمله استرین ها و یا انواع مهمی هستند که معمولا اپیدمی های وبا یا کولرا را ایجاد میکنند. مرض وبا هم میگن این مریضی ره و کولرا هم میگن. وبا به فارسی گفته میشه و کولرا انگلیسی گفته میشه. ویبریو کولرا سیرو گروپ O1 و O139 اینا معمولا کولرا رو در انسان ایجاد میکنن. یعنی ویبریو کولرا که همو ویبریو کلاسیک یا کلاسیک ویبریو میباشه یا ویبریوی که از قدیم الایام شیوع داره در مناطق جغرافیایی مختلف دنیا و اپیدمی ها و پاندمی های زیاد از در تاریخ ثبت شده و مسئولیت مرگ چندین میلیون انسان داره. این سیروگروپ های متفاوتی داره که از جمله این سیروگروپ ها که بیشتر از 100 سیروگروپ می باشه که از نگاه ساختمان آنتیجنیک اوزی که اختلاف وجود داره در اونها، سیروگروپ O1 و O139 معمولاً واقعات کولرا را در انسان ایجاد میکنه در مناطق مختلف جغرافیایی و دیگر ویبریو ها معمولاً باعث سپسیس و انترایتس میشه در نزد انسان. وقتی میگیم کولرا یا وبا، هدف ما اینمو اسهال شدید آبکی سندروم به شکل سندروم در نزد انسان که خیلی زود باعث دیهایدریشن شدید، شاک و کما و مرگ میشه، خصوصا در نزد اطفال و افراد مسن یا بالاتر از سن 65 سال یا 60 سال که میتونه که شدید تر سعی بکنه. در اینجا شما این باکتری ها رو میبینین، شکل از این باکتری ها رو میگین از نگاه مورفولوژی. ببینین باکتری های کامر شیپ یا کرو شیپ و دارای یک فلاجل قطبی می باشند در یک قطب یا مونوتریخس میگن. و در اینجا شما می بینید که ویبریو کولرا سیروگروپ O1 و O139 شکل اپیدمی و پاندمی کولرا را ایجاد میکنه. دیگر سیروگروپ ها باعث انترایتس و سپسیس میشه در نزد انسان. ویبریو های پاراهیمولایتیک است که شما مطالعه نمی کنین و در کشور ما شیوع از اینا کم تر دیده میشه. در اینجا همچنین شما میبینین که ویبریو ها شکل کامه شکل میباشن. باکتری گرام منفی مایی جنس ویبریو و ویبریو کولرا. ویبریو کولرا عبارت از نمو ویبریو کلاسیک میباشه. دو تا چهار مایکرون اندازه دارن، دو تا چهار مایکرون طول از اینا می باشه و دو مایکرون عرض از اینا می باشه. دارای فلاجیل قطبی بوده و از نگاه کشت ببینید که این باکتری ها تولید کلونی های مهذب، لشم و مدور میکنن بالای محیط های کشتی که معمولا برای زینا استفاده میشه. تیو سلفت سیترت بایل سکروز اگر به نام TCBS، تیو سلفت سیترت بایل سکروز اگر. این محیط کشت یک محیط کشت انریچمنت که محیط کشت غنی کننده برای تقویت رشد از این باکتری ها و جدا نمیدن از این باکتری ها از مدفوع و یا آب می باشه، آب های آلوده به این باکتری ها. اینا معمولا در 37 درجه سانتیگراد رشد میکنن. و یاد شما باشه که ویبریو، جنس ویبریو و انواعی که در جنس شامل میشه، اینا از جمله باکتری های قلوی دوستن. اینا باکتری هایی هستند که pH قلوی رو دوست دارن،
8.9 تا 9.5 ترجیح میدن، ای پی اچ ترجیح میدن که برای رشد و برای تکثر. و همچنین الکالین پپتین، پپتون واتر، ای هم برای انریچمنت از اینا، برای جداسازی از اینا میتونه که استفاده بشه از مواد قایته و از آب. در اینجا هم شما این باکتری ها رو میبینید. از نگاه کلچر گفتیم که کالونی از اینا به شکل مهذب، لشم و مدور می باشه و بسیار روشن روشن و اینا در 37 روز زندگی روش میکنن. محیط کشت انتخابی و انریچمنت برای از اینا به نام تیو سلفت سترت بایل سکروز اگر می باشه. این باکتری ها اکسیدز پازیتیو می باشن، اکسیدز پازیتیو، و از نگاه نیاز به اکسیژن فاکولتاتیو انیروبیک می باشن، فاکولتاتیو انیروبیک یا بیهوازی اختیاری که در حضور اکسیژن بهتر رشد می کنن. در قسمت ساختمان انتیجنیک گفتیم که اینا انتیژن فلاجیل دارن، فلاجیلار انتیژن یا اچ انتیژن یاد میشه، و انتیبادی که در مقابل انتیژن اچ تولید میشه ای معمولا یا احتمالا نمیتونه که شخص محافظت بکنه یا میزبان حساس محافظت بکنه در مقابل زیوفونت. ولی انتیبادی که در مقابل انتیژن او یا سوماتیک انتیژن از این انتان تولید میشه، او میتونه که افراد حساس یا میزبان حساس محافظت بکنه در مقابل تاثیرات زیوفونت. و گفتیم بیشتر از 100 سیرو گروپ یا سیرو تایپ داره از نگاه انتیژن او. و در این سالهای اخیر، در دهه اخیر، یک ویبریو نو یا سویه یا استرین جدیدی از به نام ویبریو التور شناخته شد، در بندر به نام التور شناخته شد و از شخص تجرید شد یا جدا سازی شد که او کم تفاوت داره از ویبریو کولرا یا ویبریو کراسیک و واقعات مشابه کولرا یا کولرا لایک دیزیز تولید میکنه در نزد اشخاص. به نام ویبریو التور یاد میشه. ببخشید. میایم در قسمت توکسین هایی که تولید میکنه. انتروتوکسین ویبریو کولرا، ویبریو کولرا گفتیم باکتری گرام منفی و شکل کام شکل داره. وقتی میگیم گرام منفی یعنی هم انتروتوکسین داره و هم اگزوتوکسین. علت اصلی اسهال شدید آبکی که ایجاد میکنه که یکی از علائم پاتوگنومونیک یا علائم مشخصه از بیماری در شخص، اسهال شدید آبکی که تا 20 لیتر آب روزانه از وجود شخص آلوده به کولرا میتونه زایع بشه، از طریق مدفوع آب زایع بشه و باعث دیهایدریشن شدید بشه در نزد. علت از اسهالی را اگزوتوکسین، از این که عبارت از انتروتوکسین، انتروتوکسین یعنی توکسین مائی که عبارت از اگزوتوکسینه، و یک توکسین نامقاوم حرارته که به نام کولرا توکسین یاد میشه در کتاب ها، ای علت اصلی اسهال تشکیل میده. ببینید که چگونه و با کدام مکانیزمی باعث اسهال شدید آبکی در نزد شخص میشه. ببینید این توکسین یک ای بی توکسینه و از دو جذر ساخته شده، سب یونیت ای و سب یونیت بی، و ای با چسبیدن یا اتصال به
رسپتور به نام GM1 در سطح حجرات اپیتلیوم اما و قشای مخاطی در سطح ای رسپتورها میچسبه و ای توکسین داخل چی میشه داخل حجرات اپیتلیوم جدار هم میشه و در اونجا به همون میکانیزمی که ایکولای اثر میکرد توکسین اگزوتوکسین ایکولای ولی ای به مراتب از او قوی تره به همون میکانیزم باعث فعال شدن انزایمی میشه به نام ادینایل سیکلیز باعث افزایش غلظت CAMP میشه در این حجرات یا سیکلیک ادینوزین مونوفاسفیت و در اینجا ATP ساخته نمیشه و به خاطر نبود انرژی خود سیستم اکتیو ترانسپورت یا ترانسپورت فعال مختل میشه پمپ سدیم و پتاسیم در قشای حجرات مختل میشه و اینجایی که آب و الکترولایت ها از حجره فرار میکنه و باعث دیهایدریشن شدید در نزد شخص میشه که روزانه تا 20 لیتر آب از وجود شخص از طریق اسهال ضایع میشه. این ای بود به اصطلاح خود میکانیزم اثر کولراتوکسین یا انتروتوکسین کولرا که برای شما توضیح داده شد. در قسمت پاتوجنسیز و پاتولوژی ببینید شما که در اینجا گفته که این توکسین خیلی زود باعث دیهایدریشن بشه. چرا؟ چون 20 لیتر تا 30 لیتر روزانه دیلی میتونه آب ضایع بشه از وجود شخص از طریق اسهال که با منجر به دیهایدریشن و شاک و مرگ میشه. کولرا is not an invasive infection. یک کولرا یا ویبریو کولرا انتان تهاجمی نیه بلکه در خود اما در موجی باقی میمونه و توکسین از او جذب چی میشه؟ جذب حجرات اپیتلیوم یا انتروسیت ها میشه و باعث اسهال میشه. خود ارگانیزم یا خود انتان نمیتونه داخل دوران خون بشه بلکه در خود کانال هضمی یا امعا باقی میمانه. ببینید از نگاه پاتوجنسیس و پاتولوژی زمان یک فرد به کولرا مصاب میشه که البته گفتیم که منبع انتان میتونه آب آلوده، آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی زیرزمینی، آب دریا و همچنین دستان آلوده، یعنی انتقال از طریق مدفوع دهانی صورت میگیره یا فیکل اورال و یا شخص مریض میتونه از شخص به شخص همچنین انتقال بکنه و خود انفکشیوز دوز از این 10^10 باکتری، یعنی زمان فرد مبتلا میشه به کولرا که 10^10 باکتری رو بله کنه یا از طریق دستان آلوده یا از طریق مواد غذایی مثل آب، شیر و دیگر مواد غذایی ایره بله کنه مصاب میشه. یعنی از این تعداد کمتر اگه باکتری ها باشن ممکن توسط اسید معده از بین برن. انفکشیوز دوز از این 10^10 می باشه به مقایسه شیگلوزیز و مقایسه سالمونلا ها ببینین که این تعداد بسیار زیاد می باشه و این باکتری ها میرن به قسمت امعا و در امعا به مایکروویلی های سطح امعا قشای مخاطی امعا میچسبن و در اونجا توکسین تولید میکنن، میوسینز تولید میکنن، همچنین انزایمی به نام میوسینز که باعث تخریب قشای مخاطی امعا میشه و همچنین اندوتوکسین و اگزوتوکسین تولید میکنن که گفتیم علت اصلی اسهال شدید آبکی خود اگزوتوکسین از اینا میباشه که به نام کولرا توکسین یاد میشه. علائم کلینیکی ببینید که انکوبیشن پریود یا دوره مخفی از عفونت 1 تا 4 روز میباشه. 1 تا 4 روز دوره مخفی میباشه. وقتی میگیم 1 تا 4 روز، چرا 1 چرا 4؟ 1 در افرادی که سیستم معافیت از اونا پایینه، مقاومت از اونا کمه، اطفال خردسن، به اصطلاح افراد بالاتر از سن 60 سال، 65 سال، اینا مقاومت از اینا کمه، دوره مخفی کوتاه‌تر. و کسانی که مقاومت از اینا زیادتر، دوره مخفی ممکن
طولانی تر باشه با شما میفهمید دوره مخفی عبارت از زمانی که انتان داخل وجود میشه از این زمان تا به بروز علائم کلینیکی در نزد شخص این میره دوره مخفی یا تفریخ مریضی میگن و بین این علائم مریضی بسیار به شکل برقاسا یا به شکل آنی شروع میشه که میتونه چی باشه؟ میتونه دلبدی، استفراغ و اسهال شدید آبکی و دردهای بطنی یا ابدومینال کرامپینگ باشه. خود اسهال شکل رایس واتر یا آب برنجر داره، قوام و شکل مدفوع شکل آب برنجر داره و در خود مدفوع میتونه که مکوز یا مخاط و همچنین بعضا خون دیده بشه. این بسیار خیلی زود به خاطر که 20 لیتر تا 30 لیتر روزانه از وجود شخص ضایع میشه آب، این باعث دیهایدریشن شدید میشه و این دیهایدریشن شدید منجر به شاک میشه. شاک باعث سرکولیتوری کلاپسی میشه، معمولا شاک دی آی سی ایجاد میشه و این باعث سرکولیتوری کلاپسی میشه و فرد انیوریا داره. انیوریا یعنی ادرار نمیکنه به خاطر که آب از طریق مدفوع ضایع میشه و دیگه آب در بدن باقی نمیمونه که او ادرار داشته باشه یا یورینیشن انیوریا داره. مورتالیتی ریت یا تلفات از این مریضی در حالاتی که زود هنگام تشخیص نشه و تداوی صورت نگیره میتونه 25 تا 50% باشه. در صورتی که تداوی صورت نگیره 25 تا 50% میتونه که این مریضی تلفات داشته باشه. ببینید بسیار سنگینه. شما اگه مطالعه بکنید تاریخ اپیدمی ها و پاندمی های زیاد کلرا یا وبا ثبت شده که ای گفتیم مسئولیت مرگ چندین میلیون انسان در روی کره زمین داره. او زمانی بوده که هنوز آنتی بیوتیک ها شناخته نشده بوده، کشف نشده بوده، یعنی در پیش از قرن 20 به اصطلاح پیش از قرن 20 یعنی 80 سال پیش یا 100 سال پیش زمانی بوده که هنوز آنتی بیوتیک شناخته نشده بوده و واقعات مرگومیر از سر از بیماری بسیار زیاد بوده. امروزه ببینین که با بودن آنتی بیوتیک و یک آنتی بیوتیک ها رو ما استفاده میکنیم به پیمانه وسیع، ای تو امراض و امراض مشابه از بسیار با آسانی میتونه که تداوی بشه. البته باز هم وقت مرگومیر از او میتونه زیاد باشه. چرا؟ چون تشخیص زود هنگام صورت نمیگیره و ای که بعضی از افراد ممکن که بیشتر در مرز خطر بیماری باشن، خصوصا اطفال خردسن و اشخاصی که سن از اونا بالاتر از 60 و 65 سال باشه. و تشخیص از این همچنین ببینید که در مناطقی که این مریضی اپیدمی که به شکل اپیدمی سیر میکنه تشخیص از این بسیار ساده، مثلا در هندوستان، در بنگلادش، در پاکستان، در کشورهای جنوب شرق آسیا تشخیص از این ساده، چون معمولا این مریضی وجود داره به شکل اپیدمی، به شکل اندمیک وجود داره. ولی در جاهایی که به شکل اسپورادیک، مثلا در کشور ما شما، این مریضی به شکل اکزوتیک یا اسپورادیک میتونه وجود داشته باشه، یعنی واقعات از این کم در کشور ما خوشبختانه. در جاهایی هم که دیده میشه بیشتر اونو از آبهای سطحی زیرزمینی استفاده میکنن که میتونه به این آلوده باشه و در مناطقی که به شکل اسپورادیک واقعات از دیده میشه تشخیص از این مشکل میباشه. چرا؟ تفکیک از او یا تفریق از او از سایر امراض اسهالی ای بسیار آسان نیه بلکه مشکل. میه به قسمت تداوی. ببینید معاصلان عزیز، البته معافیتی که بعد از کلورا به وجود میه قوی بیده ولی کم دوام میباشه، معافیت قوی بیده ولی کم دوام میباشه. موجودیت انتیبادی های به نام لایزین، اگلوتینین و اپسونین، این معافیت مربوط به
تحریک و تولید از این انتیبادی ها می باشه، ولی این دوام از او کم می باشه. تداوی شما ببینید که می توانیم از تتراسیکلین ها مثل دوکسیسیکلین و سپرفلکسین با هم استفاده بکنید. هم دوکسیسیکلین برای مریض تجویز میشه، هم سپرفلکسین. و همچنین در پلوی تداوی انتیبیوتیکی یا تداوی انتیمیکروبیال باید سیروم تراپی، خصوصا ORS، اعاده آب و الکترولایت ها، اینا بسیار مهمه. ترمیم مجدد قشای مخاطی، اینا هم بسیار مهمه. و سیروم تراپی که باید شما متوجه از این مسئله باشید. در قسمت اپیدمیولوژی و وقایع و کنترل، اپیدمیولوژی و وقایع و کنترل از بیماری، ببینیم که بعض نکات رو ذکر میکنیم، 6-7 نکته، خصوصا در مناطقی که این مریضی وجود نداره یا واقعیت از او کمه. مثلا در کشور ما این مریضی معمولا به شکل اگزوتیکه. اگزوتیک یعنی از توسط مسافرین از پاکستان، از هندوستان، اینا واقعات تزیب که میان جب به کشور دیده میشه، وگرنه به شکل اسپورادیک دیده میشه. با اولین واقعه کولرا رجستریشن دقیق تمام افراد مریض صورت بگیره و اطلاع فوری به ساعت آمه. دو، مطابق فواید بخشین مطابق قواعد خاص تجرید و بستر نمودن تمام افراد مریض و ناقلین و مشاهده و معاینه لابراتوری تمام تماس ها یا کانتکت ها. سه، دزنفکشن نهایی محراق و دیپارتمنت های مریضان کولرا. او دیپارتمنت ها یا بخش های از شفاخانه ها که مریض های کولرا یا وبا در اونجا بستری میشن و تحت تداوی قرار میگیرن، دزنفکشن از اینا بسیار های اهمیت. محافظت منابع آبرسانی، کنترل صحیح دقیق تاسیسات غذایی، کنترل مگس ها، کنترل آب مخصوصا در استراتگاه های یا لیلیه ها اینا که به شکل کتلوی مردم در تابستان بسر میبرن. پنج، رعایت جدی افسوسه فردی، شستن دست ها قبل از غذا خوردن، بعد از غذا خوردن، بعد از تشناب رفتن، جوش دادن آب، کلور زنی یا کلورنیشن آب، خصوصا در مناطقی که از آب‌های سطحی زیرزمینی استفاده میکنن و ممکن آب‌های از اونا به ای باکتری‌ها، این باکتری‌های ویبریو آلوده باشه، اونا باید از کلورین به فیصدی معین در دفعات معین باید به آب استفاده بکنن. وقایع اختصاصی میتونه که با معافیت دادن به واکسین، مونو واکسین. در مناطقی که معمولا این مرض به شکل اندمیک و اپیدمی وجود داره در اونجا واکسین میشن افراد. وقایع توسط مواد کیمیاوی، اشخاصی که با مریضا به تماس می باشن، خصوصا دکتر صاحب و نرس ها اینا می تانن که کیمو پروفلکسی انجام بدن که با تتراسیکلین به شکل فمی می تانن که بگیرن. این ای بود خود اقداماتی که میتونه در قسمت وقایع و کنترل مرض کولرا یا وبا صورت بگیره. امروز در این لکچر ما شما ویبریو ها رو خواندیم، انواع ویبریو ها، یکی ویبریو کولرا و یکی ویبریو التور. که ویبریو کولرا همو ویبریو قدیمی یا کلاسیک بود که گفتیم واقعات وبا یا کولرا رو ایجاد میکنه، و دیگر ویبریو ها باعث انترایتس و سپسیس میشه در نزد انسان. ویبریو التور هم در ایده اخیر شناخته شده که واقعات شبه کولرا را در انسان ایجاد میکنه. انشالله که صحتمند باشین. تشکر از توجه شما. الله یارتان.